اداره امر به معروف طالبان گفته که به صورت تدریجی دستور ملاه الله را عملی می کند. دستوری که در یک نوبت دیگر تخار را هدف قرار داد. این تازه ترین تصاویر نشر شده از تلویزیون ملی تحت اداره طالبان در تخار است. کوه و طبیعت جایگزین آدمها و زندجان ها شده. هرچند از نگاه بیولوژیکی درخت هم موجود زنده است. بزرگ می شود به آب و هوا نیاز دارد اما از نظر طالبان باعث تحریک آدمی زاد نمی شود و می تواند به نمایش درآید ممنوعیت نشر تصاویر زنده ها نه تنها فعالیت نمایندگی تلویزیون ملی در تخار را متوقف کرده که تلویزیون های خصوصی را هم به سوی تعطیلی سوق داده است با نگرانی شدید نسبت به این رویداد خوان بازنگری این تصمیم به شدت عقب گرایان طالبان هستیم طالبان ابتدا این کار را در قندهار انجام دادند و سپس به سراغ دیگر ولایات رفتند مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید طالبان در ولایات میدان وردک و دایکوندی هم این دستور را به خبرنگاران و رسانه ها ابلاغ کردند همون قسمی که با عقل جور نمی که یک رژیم یک حاکمیت جلو آموزش و تحصیل زنان و دختران بگیره و مکاتب ببنده و دانشگاه ها را ببنده و با علم و دانش مخالفت بکنه اما قسم هم با عقل و منطق و با دیدگاه امروزی جور در نمی آه. اما واقعیت است که طالبا او برنامه های خود دیدگاه و ایدیولوژی که به با او باور دارن او را عملی میکنن و ما واقعا نگران هستم که اگر این روند همین قسم دنبال شود ما در ادامه متاسفانه رسانه های زیادی را از دست میتیم از جمله تلویزیون ها را طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان علاوه بر سرکوب بازداشت خبرنگاران نشر تصویر و صدای زنان را منع کردند حالا با ممنوعیت نشر تصویر زندجان ها حتی چهره های خودشان را هم حذف می کنند این در حال است که اعضای این گروه در کابل برخلاف قندهار با رسانه ها صحبت می کنند کنفرانس برگزار و در شبکه های اجتماعی فعالیت وسیع تصویری دارند برخی رسانه ها گزارش داده که ممنوعیت نشر تصویر در تلویزیون ها میان طالبان دودستگی ایجاد کرده. بسیاری از طالبان از جمله در وزارت اطلاعات و فرهنگ اجرای شدن این کار را ناممکن خواندند. نصر بهزاد لندن